اما سوال کردن که فرق تخیل و تعقل رو بیشتر توضیح بدید عالم خیال و عالم عقل ببینید همینطور که ما دارای پنج حس ظاهری هستیم که همه میشناسید بینایی و شنوایی و پنج حسی که در ظاهر داریم در حکمت و فلسفه قدیم که هنوز هم در خیلی جاها شما اینها رو میبینید پنج حس درونی هم قائل بودن یعنی مجموعا انسان دارای ده حس پنج حس ظاهر و بیرونی پنج حس درونی و نهان از این حس های درونی وهم خیال و عقل که مورد سوال شما هست من مطرح میکنم ببینید انسان اولین علمی که داره بهش میگن علم حسی علم حسی یعنی شما چشمتون رو باز میکنید و میبینید چیزهایی رو که میبینید بهش دانش پیدا میکنید یک درخت رو میبینید میدونید به چی میگن درخت برگ درخت یعنی چی میوه یعنی چی این رو میخورید لمس میکنید بو میکنید و نسبت به اون شی علم پیدا میکنید دیگه وقتی به شما میگن سیب میدونید سیب یعنی چی وقتی بهتون میگن درخت فلان یا کوه میدونید کوه یعنی چی خورشید یعنی چی به این میگن علم حسی این اولین مرحله درک ما از هستی هست این هایی رو که ما میگیریم و وارد سیستم دماغی و مغزی ما میشن بشر در طول تاریخ یاد گرفته که اعتماد مستقیم به اینها نکنه یعنی خیلی چیزها رو شما میبینید و اینها واقعیت نداره واقعیت چیز دیگه ایه مثلا شما میبینید خورشید از شرق حرکت کرد و به غرب غروب کرد نشست اول چیزی رو که علم حسی میفهمه اینه که خورشید پس در حرکت از شرق به غرب و این رو روش تکیه میکنه بر همین اساسم میاد یک سری استدلالهای عقلانی درست میکنه استدلال های عقلانی مرحله دوم درک ما هستند یعنی وقتی که ما از علم حسی حرکت میکنیم جلوتر میریم میرسیم به عقل حسی که این عقل در دل این علم نهفته شده شما استدلال میکنید که یک سری خورشید از شرق به غرب حرکت میکنه پس در نتیجه دارای این مسائل هستش دارای این پیامت ها خب در رابطه با همین بحث علم حسی و خود این که ما با احساسمون یعنی با دیدن شنیدن با با جهان برخورد میکنیم شما خودتون میدونید وقتی که یک درخت رو میبینید یک کوه رو میبینید کوه که وارد ذهن شما نمیشه وارد چشم شما نمیشه عکسی از اون تصویری از اون به وسیله چشم گرفته میشه و به مغز داده میشه و مغز این رو اینجور ترجمه میکنه برای ما در حقیقت این ترجمه ای از اون متاثر شدن چشم به وسیله کوه که مغز ما ترجمه میکنه این یعنی کوه با این شکل و تصویری که داره این تصویر در ذهن ما به صورت کوه به صورت درخت به صورت شیر حیوانات انسانها هر چیز دیگه نقش میبنده به محض اینکه چالشش یعنی کدش مطرح میشه تا به شما میگن کوه بلا فاصله اون کوههایی رو که دیدین و تصویرهایی که داشتین فوری در ذهن شما زنده میشه در حقیقت ذهن ما اون تأثراتی که پنج حس بیرونی ما نسبت به اشیا دارن برای ما ترجمه میکنه واقعیت اون اشیا با ای که در ذهن ما انجام میشه و اون تصویر منظور ماست چقدر همگونی دارن چقدر دقیقا ما ابدا نمیدونیم ما فقط میدونیم فقط یه تصویری داریم که با اون شیء خارجی بسیار میتونه متفاوت باشه شما در نظر بگیرید به یک صفحه ای دارید نگاه میکنید به یک درختی دارید نگاه میکنید شما خیلی چیزها رو نمیبینید هیچ کدوم از سلول ها رو نمیبینید هیچ کدوم از مولکول ها رو نمیبینید هیچ کدوم از حرکت های اتم رو نمیبینید هیچ کدوم رو نمیبینید اون چیزی رو میبینید که ذهنتون ترجمه کرده پس در نتیجه تصویری که ذهن ما از اشیا به وسیله پنج حس میگیره این یک تصویر ذهنیه در یک قسمتی اینی که ما میگیم در یک قسمتی تقسیم بندی قدما هستش نه اینکه واقعا قسمت قسمت شده این ما کاری به اون موضوع نداریم در یک جایی شما در این تصویرها دخل و تصرف میکنید شما مثلا میتونید یک کوه رو ببینید این کوه رو سفید تجسم کنید خیلی بلندتر تجسم کنید خیلی کوتاهتر تجسم کنید یک درختی رو میبینید میتونید با برگ یا بی برگ خیال کنید این تصویری که در ذهن شما هست شما توی این دخل و تصرف دارید این به ما قدرتی میده به نام قدرت خیال که این قدرت خیال با قدرت تعقل ما متفاوته یعنی چی یعنی اینکه شما همیشه دیدید که انسان با دو تا پا رو زمین راه میره این چیزی هستش که عقل شما با توجه به تجربه داره به شما حکم میکنه در عالم خیال شما میتونید تو این دست ببرید آیا میشه انسانی باشه که پرواز کنه آیا میشه انسانی باشه که بتونه رو آسمون حرکت کنه تعقل شما قطعا میگه نه چون در بیرون ندیده ببینید اگر من الان خدمت شما بگم یه پرنده اینجا نشسته و من دارم بهش دون میدم و پر گرفت رفت شما قبول میکنید اما اگر بگم یه گوسفندی اینجا نشست من بهش علف دادم و بعد پرواز کرد رفت قبول نمیکنید چون تعقل شما تجربه شما به شما نشون داده که گوسفند پرواز نمیکنه ولی کبوتر پرواز میکنه در عالم خیال این موضوع عوض میشه شما اون تخیل رو دارید که آیا انسان میتونه پرواز کنه یا نمیتونه پرواز کنه آیا انسان میتونه به جای اینکه فرض کنید با پا داره حرکت میکنه بتونه سرعت بیشتری رو بره در روی خود زمین این قدرت خیال شما وقتی که به تعقل شما بتونه راه پیدا کنه تعقل شما در وهله اول میگه نه غیر ممکنه این خیال بافیه انسان نمیتونه پرواز کنه انسان نمیتونه تونتر از این به وقتی که شما با یک سری استدلال ها و یک سری تجربیات خودتون رو متقاعد میکنید یعنی قدرت تعقلتون رو متقاعد میکنید که انسان قادر به پرواز هم میتونه باشه و تعقل شما این رو میپذیره که شدنیه حرکت اون تخیل اون تصویر به تعقل باعث این میشه که شما این رو به صورت بیرونی در بیرید یعنی کوشش کنید تلاش کنید روی پا بلند و انقدر زحمت بکشین شکست بخورین تا بتونید مثلا میگم انسان رو به پرواز در حالا با کایت باشه با هواپیما باشه با هر چیز دیگه وقتی که تعقل شما پذیرفت که این تخیل شدنی و اجرا شدنیه اون وقت این موضوع عملی میشه شما تمام نقشه های ساختمون ها رو ببینید تمام کامپیوتر ها رو ببینید تمام نقاشی ها رو ببینید هر چی که در اطرافتونه اول اینها روز اول که به این صورت نبوده در تخیل چیزی حرکت کرده و بعد به تعقل را, را پیدا کرده تعقل اسباب و وسیله مادی بیرونش رو فراهم کرده و یواش این شک گرفته و بر اساس زمانه کامل و کامل تر شده اما اون چیزی که ما ازش به عنوان خیال نام میبریم خیال قدرتیه من از نظر فلسفه خدمت شما میگم که البته شما اینو در عرفان هم به شکلهایی میبینید خیال قدرتیه ما بین ماده و معنا شما یک قدرت میانه این وسط دارید که بین ماده و معنا قرار گرفته و خیلی چیزهایی رو که مادی هستند این درش راه پیدا میکنن در عالم خیال و خیلی چیزهایی که معنوی هستند در عالم خیال راه پیدا میکنن این رو مرز بین عالم ماده و معنا گرفتن در تعقل شما همیشه اون چیزی که با ریالیتی کار داره با واقعیت کار داره مورد بررسی شماست بین مرز خیال و خیال بافی بهش اصطلاحا توهم میگیم وهم میگیم داشتن وهم خیلی مسئله مهمیه یعنی چی؟ یعنی ذهن شما قدرت ترجمه صحیح از اون شیء خارجی رو نداره شما صدایی میشنوید درست نمیتونید ترجمهش کنید نمیدونید این صدای شیره یا صدای چی بود یه مارکی روش میزنید یک اصطلاحی بهش میدید میگید مثلا صدای رد برق آسمون بود صدای شیر بود بعدن که به این نزدیک میشین میسن هیچ کدوم از اینها نبوده یک چیز دیگه بوده یه صدای دیگه ای بوده چون ذهن شما نتونسته اینو درست تحلیل بکنه یه برگ رو می زده به این میگن وهم به این میگن حالت توهم شما بهتر میدونید که در دوران عرستو علمی پای ریزی شد حالا از قبل از اون شده بود ولی به هر حال به اسم عرستو تموم شده به نام منطق منطق در اصل علمیه که جلوگیری میکنه از خطاهای تعقلی ذهن یعنی شما به وسیله منطق متوجه میشید چی توهمه چی تخیله و چی تعقله حالا این علم چقدر موفق بوده و چقدر جلور میره و چقدر خیلی آبش باور دارن، اون یه بحث دیگه هی. ولی منطق اون علمیه که خطای ذهنی شما رو در حقیقت از بین میبره و شما متوجه این میشید که چی عقلیه چی خیالیه ببینید به طور کلی از نظر تفسیر منطقی من یه مثالی براتون میزنم که شاید این روشنگر باشه که داستان چطور هستش ببینید وهم همون زن بهش میگن گمان بهش میگن وقتی که شما راجب یک تصویر حالا این تصویر ارتباط شما با دوست با همسرتونه با واقعیت خارجی روابط دوستانه است روابط خانوادگی هر چی تا زمانی که شما مدارکتون استناداتتون تحلیلتون در رابطه با این موضوع زیر پنجاه درصد باشه به این میگن وح به این میگن زن و شما همیشه باید این چیزی که منطق بسیار کمک میکنه شما میگید من گمان میبرم شما میگید من زن دارم شما میگید من وهمی به هم دست داده یعنی شما زیر پنجاه درصد به قول خود منطقیون تا چهل و نه درصد شما متریال دارید سند دارید که این نرسته از یک درصد شروع میشه تا چهل و نه درصد از مرحله پنجاه درصد تا مرحله 99 درصد به این میگن شک به این میگن خیال یعنی شما سند دارید مدرکی ولی خیلی هم قویه همه چیزم هم مطمئنه اما هنوز 100 درصد نیست از مرحله 99 درصد که میگذره وارد 100 درصد میشه به این میگن یقین یعنی چیزی که شما دیگه هیچ گونه شکی هیچ گونه ابهامی وهمی هیچی براتون نیست صحنه صد درصد روشنه اینها رو من خدمتتون هست کردم از نظر مسائل منطقی شما فرق بین تعقل تخیل و توهم رو در نظر بگیرید اما اینجا ما یه شاخه در عرفان جدا میکنیم از منطق چون میدونید ما با منطق کاری نداریم در عرفان هستن ما وقتی که میرسیم به مرحله عالم خیال در حقیقت عالم خیال غیر از این شما این مسائل که در نظر فلسفی و منطقی تحلیل شده را از من در نظر بگیرید اینها بحث فلسفه است اینا جای خود ما با اینا هیچ بالا مشکل داریم نداریم اینا بحث خود داره اینا تعریف توهم تخیل و تحقق در فلسفه هستش یعنی یقین بودن یک موضوع در فلسفه و منطق هست اما ما در عرفان یک بحثی داریم میگیم این حسای درونی رو شما داریم تعقل رو دارید ما منکرش نیستیم توهم رو داریم همه اینا رو که چش دارین گوش دارین زبون دارین همه چی دارین ما اینا رو منکر نیستیم اما اون چیزی که شما رو هدایت میکنه در مرز بین ماده و معنا و شما میتونید تصوری از معنا پیدا کنید و اون شکلی رو بهش بدید که اون شکل بتونه برای ذهن قابل حزم باشه اون عالم خیاله اون عالم خیاله که ما بین اینها قرار گرفته و این عالم خیال رو هم از مرحله توهم گذشته از مرحله وهم گذشته یعنی چی من یه مثال ملموس میزنم تا صحبت عرفا مشخص شه شما در یک زمانی میشینید مثلا مثل آقای ژولورن در بیش از دویست سال پیش در قدرت تخیل خودتون زیردریایی رو ترسیم میکنید در رابطه باهاش کتاب مینویسید و بعدها ها زیردریایی هایی که درست میشن در واقع همون شکل رو دارن جنایت میکنین و یا بسیار دیگه ای از مسائلی که به این شکل بوده شما فرض کنید در رابطه با پریدن انسان روز اول این حالت خیالی که در انسان بوده که انسان بدون اینکه بال بزنه سواری وسیله نقلیه بشه و با آسمون بره تمام اینا در مرحله خیال انجام میشه و بعد به تعقل راه پیدا میکنه در عرفان هم به ما میگن شما برای اینکه بتونید تصوری از معنا داشته باشید معنایی که ما یه عرفا میگیم قدرت خیال خیلی بهتون کمک میکنه اما قدرت تعقل چون در ارتباط با مسائل مادی هستش و واقعیت هایی که تعقل ما واقعی میپنداره که اصلا اینا واقعی هستن یا نه اون یه بحث دیگه ایه شما از اون قوه باید استفاده کنید برای گذران زندگیتون زندگی مادیتون اجتماعیتون ماشین بسازین کار کنین ولی شما با قدرت خیالتون نمیتونید این کارو بکنید قدرت خیال شما همیشه یک پشتیبانی از تعقل شماست که وقتی راه پیدا میکنه تو تعقل میتونه خیلی از اون چیزهایی که خیال هستند به تحقق بپیونده. همین موضوع نتیجه میده از اینکه ما دارای یک توانایی هایی هستیم که واقعیت هایی رو که قدرت تعقل در بیرون ندیده لباس واقعیت بهش بپوشونیم این حرف و است مثل مسئله هواپیما مثل مسئله کامپیوتر مثل هزاران از این اختراعات و اکتشافاتی که در این قرون جدید دیدید البته قدیم هم شما فرض کنید گاری که میدونم انواع و اقسام کارای متفاوتی که انجام میدادن اسلحه های مختلفی که میساختن اینها چیزهایی نبوده که در واقعیت بیرون بوده مصنوع دست بشر بوده از قدرت تخیل راه پیدا کرده به قدرت تعقل پس تونسته قدرت خیال ما چیزی که در بیرون نیست رو بیرونیش کنه واقعیش کنه با کمک قدرت تعقل حالا به ما میگه که این خیال شما به مراتب وسیعتر تر از این میتونه عمل کنه میتونه ارتباط با معنا پیدا کنه و یک درکی از معنویت داشته باشه و تمام صحبت اینها اینه که این درک معنوی رو شما به عالم تعقل دیگه ندید چون باز تعقل انسانی رو میفهمه که با دوتا پا رو زمین راه میره انسان پرنده رو نمیتونه متصور باشه چون ندیده شما اگه 400 سال پیش 500 سال پیش میگفتید انسان میره 11 کیلومتری زمین میگفتن دیوانی خیال بافی ولی امروز ما میدونیم خیال بافی نیست به همین خاطر درک های معنوی رو در مرز بین خیال نگه دارید واردش نکنید در عالم تعقل اونجا به شما توانایی های متفاوتی رو میده من جمله این که خیال شما حرکت میکنه من جمله که شما بسیار تصویرهایی رو دارید که قدرت تعقلتون ازش بیخبره چون شما اگر گوسفند ندیده باشید چه میدونید این گوسفند چه شکلیه باید اول با علم حسی دیده باشید ولی قدرت خیال شما چیزهایی رو درک میکنه که متفاوتن با اون که تعقل دیده اما زمانی که اینجا خیال از خیال بافی و توهم جدا میشه زمانی که شما یک اطلاعاتی رو دارید و ذهن شما درست تشخیص نمیده این چیه یه مارک روش میزنه به این میگن توهم به این میگن خیال بافی شما صدایی رو شنید نمیدونی این صدا چیه میگینه حتما صدای رد و برق بود مثلا تیراندازی بود صدای تصادف ماشین بود بعدا متوجه میشید که نه اینها نبوده چیز دیگه ای بوده فقط ذهن شما یه مارک روش زده به این میگن خیال بافی در استدلال منطقی هم اگر زیر 49 درصد یعنی زیر 50 درصد باشه شما همیشه باید ببینید که توهمه زن گمانه حتی شک نیست از 50 درصد به بالا شک شروع میشه این روش هایی که در منطق گفته میشه همین که 40 درصد 49 درصد باشه زنه و بعد شک میشه و بعد یقین میشه و اینها ذهن انسان عمدتا در تحلیل ها که اشتباه میکنه چون وقتی متریالش مواد خامش مواد اولیش به 10 15 20 درجه میرسه اینو یقین میپنداره این از اشتباهات ذهنه و مهمترین مسئله ای رو که باز عرفان به ما میگه البته این بدین معنی نیست که فلسفه با این مخالفتی داره فلسفه هم با این موافقت داره منطور روش ها متفاوته و اون اینه که ذهن ما به طور کلی به خاطر مسائلی که در این جنریشن ها در این نسل های هزاران هزار ساله به وجود اومده تربیت ها محیط تربیتی مسائل ژنتیکی و و و ذهنی مریض مانند شده مریض مانندی که خودش رو سالم میبینه یعنی تصور میکنه که این مریضی خب وقتی همه رو دارند پس در نتیجه این خودی سلامت به حساب میاد دیگه یعنی اگر همه کور هستن خب پس نداشتن چشم خودش سلامتیه دیگه نمیشه راجع بهش صحبت کرد از عمده ترین مسائلی که در عرفان مطرحه اینه که شما ساحت ذهنی رو احتیاج دارید سلامتی رو از ذهن احتیاج دارید که این بتونه با حذف زمان با حذف زمان روانی عنایت کنید با حذف زمان روانی بتونه با همه چیز ارتباط برقرار کنه عرفای ما میگن این غیر ممکن نیست فلسفه هم میگه این غیر ممکن نیست در رابطه با اینکه ما این کار رو بتونیم بکنیم البته علم امروز همینی صحبت ها رو میکنن در صورتی که خب علم کلا روشش با فلسفه بسیار متفاوته همینطور با خود عرفان اما اونا میگن که خب ما از مغزمون بتونیم به طور صد درصد استفاده کنیم عرفان به ما میگی که شما میتونید از وجودتون به طور صد درصد استفاده کنید یکی از قدرت های درونی شما که یه مقدار بوی اون آگاهی رو حس میکنه و شما باید با دیدن مدامش مواظب باشید به وهم و خیالبافی آلوده نشه قدرت خیال عنایت میکنید میگن قدرت خیال شما اون توانایی رو داره که بوی آگاهی حس آگاهی درونی رو که مای و عرفا ازش حرف میزنیم رو درک کنه در همون داستانه وکیل صدر جهان زمانی که از حضرت مریم صحبت میکنه این توضیحات رو میده و خیلی جاها به ما توجه میده که خیلی از این چیزهایی که شما عقلانی میپندارید بر اساس خیال بافیه و چون عقل شما تعقل شما این رو پذیرفته شما فکر تعقله خودش مثال میزنه میگه که همونطور که شما خورشید رو میبینید از مشرق طلوع کرد و بر اساس اون یک ابعاد تجربی و تعقلی مثل شمال و جنوب و شرق و غرب رو پایریزی کردین چون در موقعیتی قرار دارید که عقل شما این رو میپذرینی در روی کره زمین قرار گرفتین در صورتی که اون ابیات رو اگر برگردید وکیل سطح جهان در رابطه با داستان حضرت مریم که جبریل امین رو دید شما یه مقدار بریم بالاتر کدوم شمال کدوم جنوب اصلا خورشید از شرق در نمیاد میگه بر اساس یک همچون خیال بافی یک همچون تخیلی شما پایه های بسیار محکم اقلانی ریختین ولی پایش در تخیله ولی چون تعقل شما گول خورده شما این رو میپذیرید پس در نتیجه فقط خیال بافی توهم مخصوص خیال نیست تعقل ما هم خیلی جاها چاره توهم میشه دست خوش مشکلات متفاوت میشه به همین خاطر عرفای ما نظرشون بر اینه که شما اونچنان خیلی جدی رو این تعقل حساب باز نکنید ببینید اینکه انسان با آگاهی خیلی چیزها رو ببینه ببینه و با دیدن بره جلو در عرفان خیلی پیشنهاد شده پس قدرت خیال قدرت اون درک اون ساحت ذهنی رو بوش رو میتونه حس کنه و وسیله که ما رو میتونه با معنا ارتباط بده و این توضیحاتی هم که من خدمتون دادم بدونید که نقش خیال در زندگی مادی ما چقدر مؤثر بوده و نباید این نقش بزرگ رو ندیده گرفت اگر با جواب کافی نبود لطف کنید بفرستید من در خدمتون هستم